درود بر همینان ارجمند، شاهین نژاد هستم. سخنی کوتاه درباره آب. من کارشناس مسائل آب و آبیاری نیستم، ولی بنزه کافی هشدارهای لازم از سوی کارشناسان به هم میهنان داده شده درباره اینکه کشور ما ایران داره با یه بحران بسیار بسیار بزرگی در ارتباط با کم آبی روبرو میشه. کم آبی در ایران که پیامد دو دشواری، دو موزل بسیار بزرگه: یک، سوء مدیریت و ناکارآمدی حکومت، و دوم، فرهنگ نارسا و بسیار متاسفانه آسیب زن برخی از هممیهنان ما. حکومت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته به ویژه پس از جنگ آغاز کرد به زدن سدهایی، حالا در اون مقاطع کاری ها، در پیمان کاری ها یه سری پولایی رو به جیب زدن، سدهایی ساخته شد، چند نفر رفتند و افتتاح کردند و جست سردار سازندگی گرفتن و دیگرانی که این وسط به هر حال حتما پولایی رو جابجا کردن. چقدر این سدها لازم بود برای کشور؟ طبیعتا کار کارشناسی درستی روش انجام نشده بود. از سوی دیگر بخش بزرگی از آب مصرفی کشور، بالای 90% برای کشاورزی میره و بخش مصرف خانگی کمتر از 10%. بنابراین نمیشود الگوی مصرف مردم شهرنشین رو بهانه ای کرد برای اینکه بگیم ما با مشکل کم آبی روبرو شدیم. آبی که برای کشاورزی مصرف شده، کی متصدی یا متولی این است که مصرف آب در کشور در بخش کشاورزی بهینه بشه؟ طبیعتاً دولته. وقتی که اقتصاد عملا دست دولته، باید دولت‌هایی که تو این چند دهه مصدر کار می‌بودن می‌آمدن برای کشور کم آب و نیمه بیابانی ایران سیستم آبیاری هوشمند رو برمی‌گزیدن، به کشاورزان کمک می‌کردن، به بخش کشاورزی کمک می‌کردن، تا اینکه برای تولید مقدار مشخصی گندم یا چغندر قند یا میوه 3 برابر، 4 برابر، 5 برابر میزان مصرفی آب یک کشور پیشرفته در ایران مصرف نشه که همون مقدار تولید کشاورزی بشه. این کار انجام نشد. این یک خیانت بود و آسیبش رو الان داره کشور میبینه. از سوی دیگر سودجویان، بخشی از همین ما مردم، رفتند و چاه‌های غیر مجاز حفر کردند. چاه بسیار ثروت بزرگی است در ایران. چاه آبی که چند اینچ آب به شما میده و میتواند مقداری بزرگی زمین رو مشروب کنه، قیمت بسیار بالایی در ایران داره. آب رو میفروختن یا چاه رو میفروختن، یا دست کم اگر اهل سازندگی هم بودن کشاورزی میکردن، باغداری میکردن. ولی این چاهای غیر مجاز باعث شد سفره‌های آب زیرزمینی لطمه بخورن و باعث شد چاهای دیگر خوش بشن. مدیریت تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها هم که غم‌انگیز بوده. حالا در کنار اینها به هر حال مسئله کم بارشی هم در ایران مثل خیلی از جاهای دیگر جهان مطرح بوده، ولی آن چیزی که به شما گفته میشه در مورد الگوی مصرف که ما خیلی مصرف آب داریم تو بخش شهری این گونه نیست. مصرف آب در ایران متوسط خاورمیانه است، با کشورهای مثل یونان یا پرتغال تقریبا برابره، که این نشون میده که ما افراطی در مصرف آب نداریم با توجه به کشور گرمسیری هم هستیم. نمونه آب که براتون عنوان کردم نمونه است که شما در حقیقت اشتراک عمل رو بین یک حکومت ناکارآمد و دولت فاسد در کنار بخشی از مردم سودجو و خودمحور و خودشیفته میبینید که یکی برای رسیدن به مسائل و مزایای مالی و دیگری برای احتمالاً دلایل مشابه و البته ناکارآمدی و سوء مدیریت کشور رو به بزرگترین بحران شاید تاریخ معاصرش دارن میبرند. این یک بار دیگه نشون میده ما علاوه بر تغییرات بنیادی سیاسی در ایران نیاز به یک رستاخیز فرهنگی برای از نو ایرانی شدن و از نو انسان خوب شدن داریم. فراموش نکنیم واژه آب ریشه واژه هایی مانند آبادانی و آبادسازی و آبادی است. بدون آب، آبادی وجود نداره. آب شرط لازمه
تمدنه، تمدن ایرانی، شهریگری ایرانی بدون آب از میان میره. خواهش میکنم که در این زمینه هر آنچه که دستتون برمیاد انجام بدید و فشار بیارید، بلکه کسانی که مستر کار هستن تا بیش از این دیر نشده فکری به حال مامه میهم بکنن. سپاسگزارم.